نقض سریع قانون اساسی افغانستان از سوی حکومت وحدت ملی. در 3 سال گذشته حکومت وحدت ملی بارها قانون اساسی افغانستان را به صراحت نقض کرده است. مشخص نبودن جایگاه ریاست اجرایه، برگزار نکردن انتخابات های پارلمانی، شوراهای ولسوالی ها، قریه ها و شهرداری ها، ادامه کار خلاف قانون اعضای مجلس نمایندگان، ادامه نظام سرپرستی و عقض 10% مالیات از کردیت کارت های شهروندان از موارد برجسته نقض قانون اساسی از سوی دولت به شمار می رود. در این میان سال گذشته کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز از نقض قانون اساسی صدا بلند کرده است، اما تا کنون هیچ گونه اقدام از سوی حکومت نشده است. علت زیر پا کردن قانون اساسی افغانستان از سوی دولت وحدت ملی چیست و چرا حکومت نتوانسته است که در 3 سال گذشته زمینه تطبیق قانون اساسی را فراهم کند؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من رازقیار هستم و مهمانانم آقایان زیاد دانش، عضو تیم مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری، و آقای عبدالشکور دادرس، حقوقدان. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای دانش، حالا 3 سال است که حکومت وحدت ملی کار میکنه، اما هنوز هم یک بدنه کلانش خلاف قانون به پیش میره، یعنی ریاست اجرایی جایگاه حقوقی نداره. چرا در 3 سال نتونسته که حداقل جایگاه حقوقی مشخص را حکومت به خود پیدا بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام دارم به شما جناب آقای دادرس، بینندگان عزیز. سلام بر شما. من خیلی موافق با اون شکل خیلی شدید گفتن که نقض قانون اساسی اینا وجود داره نیستم. حکومت در تلاش هست که زمینه های تطبیق قانون بیشتر از پیش فراهم بسازند، به قانون متعهد و پایبند هست، اما در بعض موارد اگر تأخیری گاهی صورت میگیرند در تطبیق قوانین، ناشی از وضعیتی هست که افغانستان در او قرار داره. ما در یک وضعیت قرار داریم که جنگ تحمیلی بر افغانستان وجود دارد و افغانستان دچار فشار امنیتی فزاینده هست. اما آقای دانش، موارد هستند که نه به وضعیت و نه هم به این که کسی اینجا مداخله میکنه به او تعلق داره، حکومت می خودش قانون اساسی را نقض میکنه. در موارد، هیچ مواردی که عمدن نقض قانون به صورت وجود نداره، مثلا برگزار نکردن انتخابات پارلمانی. برگزار که انتخابات پارلمانی نیاز به امنیت دارن، نیاز به بودجه دارن، نیاز به ایجاد یک سیستم. این از مکلفیت‌های حکومت است که باید فراهم بکنه. بله، نتونسته. بله، من پیشتر عرض کردم که ما در وضعیتی هستیم که تلاش میکنه حکومت که زمینه‌ها را فراهم بسازن، که کارهای بسیار خوب را هم صورت گرفتن. تا اکنون چرا موفق نشده؟ میپذیرین که تا اکنون ناکام بوده؟ باید کاری که زودتر انجام میشد انجام نشده، اما دلیلی منطقی وجود داره. وضعیت امنیتی حوزه‌های رأی‌گیری وضعیت مطلوب نیست. شما توجیه میکنین ادامه کار پارلمان را که به شکل خلاف قانون پیش میره و یکی حکومت نتانسته بالاخره برگزار بکنه انتخابات پارلمانی را؟ توجیه نمیکنم. عرض میکنم که اتفاقات که میفتن در محدوده شرایط است. ما باید شرایط کشور را درک کنیم. اما شرایط خیلی تفاوت نداره با انتخابات ریاست جمهوری و اینکه اگر واقعا حکومت اراده داشته باشه که برگزار بکنه انتخابات پارلمانی. حکومت اراده داره برای ایجاد یک انتخابات عادلانه، انتخابات قابل اعتماد و انتخاباتی که برایند او آرای واقعی مردم باشه. نیاز به کارهای بهتر و به اقدامات عملی وجود داشت که از جمله اصلاحات لازم باید صورت میگیریم و اصلاحات در حد خیلی زیاد عملی شده و وجود آمدن. قرار شده که انتخابات بعدی از طریق تجهیزات الکترونیکی صورت بگیرن تا اعتماد مردم برگردن و انتخابات از صحت کامل برخوردار باشن، حوزه های رای گیری بیشتر امنیت داشته باشن و مردم بیشتر بتونن به پای صندوق های رای تمام مردم افغانستان در اونجا رسیدگی بکنه. بنابراین اینا نیاز به کار داشت، تشکیل کمیسیون انتخابات. اینا کارهایی بود که اقدامات بود که در مدت زمان گذشته انجام شد و افغانستان همونطور که اعلان کرد برای سال بعد آمادگی لازم برای برگزاری یک انتخابات عادلانه، شفاف و قابل اعتماد داره. سپاسگزارم. آقای دادرس، واقعا شما چه فکر میکنید؟ چرا حکومت حداقل نمیتونه در 3 سال مشروعیت ریاست اجرایه را در قانون ثابت بسازه؟ واقعا شما فکر میکنید که چیزی را که آقای دانش میگن وضعیت همین گونه است و باید همین گونه ادامه پیدا بکنه پارلمان و در کنار ریاست اجرایه، و هم نه موارد دیگه هستند که پنهان هستند از چشم مردم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای شما و برای محترم دانش صاحب و به شنوندگان و بینندگان محترم تلویزیون شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما.
امروز صحبت های ما متصادف است به روزی که محرم است و روزی است که در این روز مردم مسلمان افغانستان جهان من جمله افغانستان آزادی داره و ما هم در او خود شریک میدانیم. در این مورد بله دانش صاحب صحبتی خوب کردن، ما نمیتانیم که پدیده ها را بدون علل مطالعه بکنیم. در این شک نیستن که در جامعه ما عواملی وجود داره که بر ما تحمیل شده یا ناشی از خارج از اراده ما هستن که آنها دست به دست داده و بعضی پدیده ها را به وجود میاره که ما نمیتانیم آن را مهار بکنیم. ولی ما یک عرضی دیگه دارم. عرض ما ایستن، یکی ایستن که خود ما دست میزنیم به آن و یکی آن است که بر ما تحمیل میشه و خارج از اراده ما. یعنی چی؟ به این معنی، حالا توضیح میکنم. ما در افغانستان قانون اساسی داریم. قانون اساسی یکی از افتخارات نظام کنونی جمهوری اسلامی افغانستان ای هستند که ما حکومت را از رای انتخابات به وجود میاریم. اگر این حکومت از رای غیر انتخابات بیاید در قانون اساسی ما جای نداره. این تحمیل اگر است باید حکومت جواب بده. یعنی حالا تحمیل است حکومت وحدت ملی؟ میام صحبت میکنم. بله ما انتخابات کردیم یا خوب یا بد. ما نظر داشتی شرایطی که جناب دانش صاحبان اشاره کردن واقعا جامعه ما آسیب پذیر و شرایطی حاکم ما شرایطی حساس است. اما انتخابات شد. در نتیجه انتخابات ما به یک نتیجه رسیدیم که مفتشین جهانی به اتفاق هم آمادن رای را چی کردن؟ محاسبه کردن. و بالاخره به این نتیجه رسیدیم چند ماه بعد که گویا کی برنده است و کی بازنده است. یعنی میخواین بگوین که مقامات حکومتی بخصوص رئیس جمهور از راه رای مردم نامده و خلاف قانون اساسی آنچه را که قانون اساسی پیش بینی کرده آمدن رئیس جمهور. میخواییم که دیگه چیز عرض بکنم. رئیس جمهور افغانستان توسط نسخه‌ای که اصلاً بر مردم افغانستان، نسخه‌ای که بر رئیس جمهور افغانستان، نسخه‌ای که با نظرداشت شرایط و حمایتی که گویا جامعه بین‌المللی در افغانستان داره بر رئیس جمهور هم تعمیل شد، بر رئیس اجرایی هم تعمیل شد. بله از سوی ایالات متحده امریکا. یعنی ایالات متحده امریکا آمد اینجا قانون اساسی افغانستان را همکاری رئیس جمهور و شما ناظر و شاهد بودیم و آن را به چشم خود دیدیم. من حیث تاریخ مادی نباید اجازه بدید. خیلی کوتاه بفرمایید با شما برمیگردیم. خیلی درست صحبت بفرمایید. قطع میشه صحبت قطع میشه. بهتر است که همین صحبت ها را تسلسل بتیم. بله بفرمایید. که شنوینده های چی بیننده های محترم بفهمند. بله. آمادن نسخه به دست او را تحمیل کردن در حالی که ماده 71 قانون نافذ افغانستان حکومت را تحت ریاست رئیس جمهور مشروعیت میده. حکومت را تحت ریاست کی؟ رئیس جمهور. یعنی شورای وزیران تمام جلسات خود، تشکیل خود، فعالیت خود همه را باید تحت نظر کی داشته باشد؟ رئیس جمهور. ماده 71 قانون اساسی چی شدن؟ متاسفانه نقض شد. پس بسیار متوجه باش، بسیار متوجه باش. حکومتی که به وجود آمد، هر آن اجراعاتی که حکومت میکنه چطور میشه؟ چرا حکومت خود در نتیجه نقص قانون به وجود آمد؟ چرا ما با اساس گفته شما که قبلا در خط و عنوان قرار داشتن جایگاهش تافیلا فیدا کرده نتانستیم ولی تا ابد هم نمیتانیم و نمیخوایم که در اون مورد 3-4 مورد و 5 مورد دیگه هم وجود داره که متاسفانه اجراعات ما را در کل یعنی در کل حکومت قضا و دیگه مؤسسات روبینایی را به سوال مواجه میکنه و اجراعاتی که به اساس آنها صورت میگیره او اجراعات هم اثرات حقوقیش قابل سوال است. ممنونتون. بفرمایید آقای دانش. حالا حکومت خلاف قانون آمده، به اساس رای مردم نامده و همین اکنون هم مخالف ماده 71 قانون اساسی جلسه برگزار میکنه تحت ریاست آقای عبدالله.
من فکر میکنم چرا که استاد گفت با او صراحت نیست که بگن که با اساس ارادی مردم به وجود نیامده. حالا بصراحت گفتن که جانکیری بودن که آمدن اینجا تعیین تکلیف کردن نه رأی مردم. اگه انتخابات داشتیم، انتخابات به هر حال طولانی شد، انتخابات دچار شبهه نتیجه را چه کسی اعلام کرد؟ اما برایند انتخابات بیرون آمد، کمیسیون مستقل انتخابات خودمان اعلان کرد. ولی قسم اعلان نکرد که آقای عبدالله، آقای غنی رئیس جمهور هستند و آقای عبدالله بازنده هستند. یعنی فیصدی رو اعلام نکرد، تنها گفت چرا فیصدی رو اعلان کرد؟ در صورت کمیسیون مستقل مشخص‌تر اعلام نکردن که اونها برنده شدن و یکی هم بازنده. اعلام کردن به گونه‌ای که یکی رو اول گفتن و یکی رو دوم. حالا به این بحث بیشتر نمی‌پیچیم. من در خاطر تا نیست اعلان کرد. به این بحث بیشتر نمی‌پیچیم. حالا بیایم خلاف قانون آمده یا نه؟ نخیر. حکومت بر اساس شرایط افغانستان شکل گرفته، بر اساس آرا و نتایج مردم افغانستان شکل گرفتن، بر اساس مصالح و منافع افغانستان شکل گرفتن. نقض قانون توسط حکومت در اونجا مطرح نبودن و اصولا مدیریتی و انتخابات دستی حکومت فعلی نبودن، مربوط به حکومت قبلی می شدن. و من هیچ اعتقاد ندارم که خلاف قانون آمدن. من پیشتر هم عرض کردم که اگر در بعضی موارد قانون به صورت بسیار صریح معلوم نمیشه که تطبیق شدن یا نه، ناشی از شرایط پیچیده است که مادهش قرار داشت. بله، حالا ماده 71 را آقای دادرس اشاره کردن، باید شورای وزیران جلسهش تحت ریاست آقای غنی برگزار شود. حالا خلاف قانون آقای عبدالله میان در ریاست جلسه شورای وزیران میشینه. با توجه به مصالحی که در افغانستان هست، با توجه به وضعیتی که ما پشت سر میگذرانیم، اگر رئیس جمهور بخش از صلاحیت های خودش رو تفویض بکنه مشکل ندارن. اما ماده قانون اساسی صراحت داره که کابینه تحت صلاحیت های رئیس جمهور است. نه، کابینه تحت ریاست رئیس جمهور برگزار میشه یا نه؟ بله، اما هیچ مشکل نداره. حالا برگزار نمیشه، حالا آقای عبدالله میان به چوکی که رئیس جمهور باید بشینن تکیه میزنن. بر اساس توافقات سیاسی که صورت گرفتن بر مفاد روح قانون. پس قانون اساسی چی میشه؟ هیچ مشکل وجود نداره. قانون اساسی در تضاد با قانون اساسی نیست. حالا رئیس جمهور باید در جلسه شورای وزیران رئیس باشه یا نه در قانون اساسی؟ هیچ مشکلی از لحاظ نداره که رئیس جمهور بخش صلاحیت های خودش رو طبق اینجا نظام صدارتی نیست طبق صدر اعظم یا رئیس جمهور باید تحت ریاست در حال حاضر طبق نظام صدارتی نمیشه. نظام صدارتی یک ساختاری متفاوت‌تر از وضعیت ما اشاره کردم. حق ندارن آقای عبدالله که بیان شورای وزیران را جلسه شپیش ببرن به اساس قانون اساسی. ما فکر نمی کنیم که تعبیری دقیق باشه که بگیم حق نداره به تعبیری. ما پیشتر از کردیم طبق قانون طبق مسائل. اما آقای دادرس میگن که قانون اساسی برای رئیس جمهور این حق را می تب تو جلسه شورای وزیران را پیش ببره. حالا خلاف قانون چیزی را که آقای دادرس میگن آقای عبدالله میگن میشنن دادن به رئیس جمهور به معنای این نیست که اون مغایر اداره جلسه توسط رئیس اجرایی حکومت باشن. اونجا تصریح نشدن که بغیر از رئیس جمهور هیچ کسی دیگه حق ندارن که چنین کار انجام بدن. نگفتن، گفتن رئیس جمهور میتونه کار بکنن. من پیشتر هم عرض کردم که بر اساس حفاظت از منافع و محتوای قانون اساسی و بر اساس مصالح رعایت جامعه ما، حکومتی که به وجود آمد طبق او توافقاتی که صورت گرفت بر مبتنی بر روح قانون اساسی کشور ما تصمیمات سیاسی صورت گرفت و هیچ مشکل این دو مورد وجود ندارد. سپاسگزارم. ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. با ادامه برنامه خوش آمدین. آقای دادرس، حالا آقای دانش میگن که حکومت وحدت ملی به اساس رأی و اراده مردم به وجود آمده و همین گونه قید نشده که رئیس جمهور صلاحیت ریاست شورای وزیران را به کسی بده یا نه؟ خب توجیه دانش برای ما بسیار قابل اهمیت است و توجیه داره که بله دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله هر دویشان دارای رای بسیار خوبی بودن در مردم. اما واقعیت ایستن که شکلیات قانون حکم میکنه که رئیس جمهور کشور این صلاحیت نداره که رای مردم را که او به دست آورده، چرا پیشتر دانش صاحب گفت که ما با او موافق هستم، رئیس جمهور واقعا انتخابات بردن که پسانم اعلان شد، وقتی که رئیس جمهور شد، رئیس جمهور یک حق نداره، هر حق داره، ولی حق نداره که رای که مردم برای از او امانت داده او رای را تفویض بکنه برای کسی دیگه. بنابراین او است رئیس جمهور، او حق نداره در صلاحیت های ریاست جمهوری
کسی را شریک بسازه. این صلاحیت با او نبود و با او نیست. بناهن ماده 71 مختص به صلاحیت های رئیس جمهور است. اگر مثلا ما معاونین داره رئیس جمهور، مقنین یا لوی جرگه افغانستان در او وقت برای ازو دو معاون را توظیف کرده، معاون اول و معاون دو. او میتانه که پاره از وزیرا داره. او در حقیقت یک تیم قوی قانونی را در محتوای خود و در پیرامون خود و بخاطر انجام صلاحیتای خود به اعمال صلاحیتای خود داره. معاونین داره، وزیرا داره، سر محکمه داره. بنا ضرورت به او دیده نمیشود که او خارج از قانون اساسی شخصی را بیاره و او هم تحت عنوان از اینکه من میخواهم که چی شوه مصالح اولیای افغانستان نی، مصالح اولیای افغانستان را صرف قانون افغانستان حفظ میکنه که مولود نظریات و آرای مردم افغانستان است. ممنونتون. بفرمایید آقای دانش، حالا رئیس جمهور شخصی را بیرون از اینکه قانون اساسی براش جایگاه داده باشه آورده و او را ریاست شورای وزیران را به دوشش داده. نکته اولی است که طبق فرمایش استادم مردم به رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان رأی دادن و به عنوان اکثریت مردم افغانستان و به عنوان سکانداری عرصه سیاست و مدیریت کشور انتخاب کردن. وضعیتی که ما قرار داشتیم به گونه ای رقم خورد که مصالح ما ایجاب میکرد یک مقدار تفاوتهایی در ساختار سیاسی به وجود بیاید. یعنی به اساس مصلحت ها قانون هم باید نقض شود. من عرض میکنم خدمت شما، تغییر ساختار سیاسی نیازمند تعدیل در قانون بود، اما از طرف دیگر مصالح کشور ما ایجاب میکرد که اجالتا مبتنی بر روح قانون که مغایر نبود، رئیس جمهور از صلاحیت خودش استفاده کرد به عنوان فرمان بخش صلاحیت های خودش را، به عنوان کسی که حافظ منافع مردم هست، به عنوان کسی که توسط رأی مردم برای مدیریت کشور انتخاب شده بود، تشخیص داد که مدیریت سیاسی به گونه ای باید صورت بگیرد. اما حالا پست ریاست اجرایی، اما قسمی که آقای دادرس اشاره کردن، در قانون اساسی جایگاه ندارد. چگونه رئیس جمهور میاد یک کسی را که کرسیش در قانون اساسی جایگاه نداره او را میاره و به عنوان رئیس جلسه شورای وزیران او را برش صلاحیت میده که جلسه را دایر بکنه؟ من پیشتر هم عرض کردم مبتنی بر استفاده از صلاحیت هایی که در توسط مردم در آرا دریافت میکنه رئیس جمهور برای چگونگی اداره کشور و از طرف دیگه با استفاده از صلاحیت خودش تحت فرمان صادر کردن بخش صلاحیت های خودش تا ایجاد تا با وجود آمدن شرایط مناسب برای تغییر ساختار نظام سیاسی با جناب دکتر صاحب عنایت کردن و دکتر صاحب رئیس اجرایی کشور ما و ای هیچ مغایرتی با ای که رئیس جمهور در واقع از قانون از حق خودش بر اساس محتوای چارچوب قانون درست استفاده کرده باشه مغایرت و تضاد به اون مسئله نداره. ممنونتان. حالا آقای دادرس، در کنار این مسائل که اشاره شد، موضوع دیگه نظام سرپرستی است. حالا ما وزارتخانه هایی را داریم که در همون زمان نخست حکومت وحدت ملی اعضای مجلس نمایندگان به وزیرش رأی اعتماد دادن، ولی مدت که گذشت یا استعفا دادن و هم از سوی رئیس جمهور کنار رفتن، تا اکنون از سوی سرپرستان اداره میشه. فکر میکنین اینجا هم نقض آشکار قانون اساسی نیست؟ کاش که امو توجیهی که دانش صاحب کردن در مورد حکومتی وحدت ملی بر یک لحظه امینجا میمانه. میاییم کشمکش بین معاون اول و ریاست جمهوری، از او هم میگذریم. میاییم که هیچ کس در افغانستان به عوض مردم خود قرار داده نمیتانه. آیا رأی مردم بولسی جرگه از مردم رأی زمانی خود گرفتن؟ چی حق داره که رئیس جمهور مدتش تمدید بکنه؟ این حق مردم افغانستان بود. او را بر زمان معین، بر زمان چی؟ وکیل خود ساخت. بعد از ذو لحظه که آن زمان به آخر رسیدن، او وکیل به هیچ نوع صلاحیت نداره و هیچ کس جز مردم افغانستان حق نداره که او را از او هم میگذاریم. میاییم به موضوع شما. قبل از او 10% یاد کرده از یادتان رفتن، ماده 42 قانون اساسی افغانستان حکم میکنه که تمام مالیات بر عایدات را ما صرف از رای قانون میتانیم، از طریق قانون میتانیم که بر مردم افغانستان بر عاید حواله بکنیم. یعنی موارد زیاد هستند که حکومت وحدت ملی نمیایم به سرپرستی. خیلی کوتاه بفرمایید. بسیار کوتاه گپ میزنم.
وزیر محصول دو رای است. امی وزیر که تعریف میکنی محصول چند رای است؟ محصول دو رای. یکی خود رئیس جمهور که او را معرفی میکنه و اراده دوم، اراده دوم اولسی جرگه است که او را قبول میکنه. پس معلوم میشه که یک رای صلاحیت ازیره نداره که وزیر بسازه. متوجه خوشودی؟ یعنی دو اراده یک جا میشه، کی را میسازه؟ وزیره. پس اگر وزیره ها این وقتای قدیم که صرف رئیس جمهور صلاحیت تعیین وزیره داشتن یا بالفرض با اولسی جرگه نمیرفتن او گپا را میمانه. ما به عقیده هستم که حتی سرپرست وزیر نیست. ممنون. چرا او اراده اولسی جرگه را با خود نداره؟ پس ناقص است. وقتی که ناقص شد صلاحیت ها و مسئولیت هایی که قانون برای وزیر سپرده، او سرپرست حق نداره که او را انجام بده. سپاسگزارم. بفرمایید آقای دانش. خیلی کوتاه پاسخ شما را در رابطه به حرف های آقای دادرس میشنویم. حالا هیچ کس حق نداره که اراده مردم را به دست خودش بگیره. چیزی را که آقای دادرس اشاره کردن، رئیس جمهور به دستش گرفته و مدت کاری اعضای مجلس نمایندگان را تمدید میکنم. این گونه ماده 42 قانون اساسی را گفتن که کسی حق نداره که بر کردیت کارت های شهروندان مالیه وضع کنه و این گونه نظام سرپرستی. خیلی کوتاه بفرمایید. آنچه که من خدمتتون میتونم عرض بکنم این است که رئیس جمهور به عنوان مدیر کشور که مستقیم با آرای مردم انتخاب میشن میتونن تشخیص بدن که در کدام موارد از صلاحیت های قانونی خودش. بله، اما اعضای مجلس نمایندگان هم مستقیم به رأی مردم انتخاب میشه. رئیس جمهور از کجا این حق را پیدا میکنه که بیان مدت کاریشون را تمدید بکنه؟ رئیس جمهور در طبق قانون اساسی حقوق دا اختیارات و صلاحیت های قانونی داره. این حق را شما بفرمایید در کدام ماده قانون اساسی برش داده که مدت کاری پارلمان را تمدید شما بکنه؟ شما بفرمایید در کدام ماده قانون اساسی گفته که نداره. رئیس جمهور هم به اساس رأی مردم میاد، رأی مستقیم در قانون اساسی صراحت داره. من پیشتر عرض کردم اعضای مجلس نمایندگان هم حداقل صراحت وجود داره که رئیس جمهور در بسیار از موارد صلاحیت های قانونی داره که فرمان قانونی صادر کنه. برای رئیس جمهور در این مورد از صلاحیت های خودش استفاده کردن و طبق تشخیص حقوقدانایی که حداقل همکار است اون موارد شمول حکم و فرمان صادر کرد. سپاسگزارم از اینکه در برنامه کنونی خط کابل حضور پیدا کردین و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.